دکتر میترا بابک در کنارمون هستن و قراره که در مورد نقش انسانی که خودشیفته است توی مثلث قربانی صحبت کنن. خیلی خوش اومدید. ای جانم، مثلث قربانی که بارها در موردش صحبت کردیم، ولی میخواییم در مورد نقش خودشیفته نگاه کنیم امروز. ولی اول من یه واقعا یه احساس همدردی خیلی زیاد نسبت به این 41 دختر که در ایران شهر این اتفاق براشون افتاده. فقط سه تا دختر تونستن این مسئله رو باز کنن. این فاجعه است. اینا قربانی‌های واقعی هستن، چون ما دو نوع قربانی داریم. در مثلث قربانی، قربانی کاذبه، ولی این اشخاص و یا افراد دیگه که اتفاقات دیگه براشون میفته، اونا قربانی‌های واقعی هستن. این دوتا رو باید تفکیک کنیم از هم دیگه. وقتی از مثلث قربانی صحبت میکنم، از قربانی کاذب صحبت میکنیم و نه این قربانی‌ها. و واقعا جای تأسف، ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که بیشتر مردم رو این کارش و تشویق بکنیم که نترسن. از چه آبرویی؟ اینا قربانیان، تقصیرکار نبودن و باید بیان صحبت کنن در موردش تا جلوی این جنایتکارا گرفته بشه. اما قربانی خود مثلث قربانی و خودشیفته هر سه تا نقش رو به مهارت بسیاری بلده بازی کنه، مخصوصا توی ریلیشنشیپ یا توی رابطه که باید خیلی خیلی مواظب باشیم هممون گرفتار این گرگ ها نشیم. واقعا به نوعی گرگ هستن این افراد، برای اینکه اول میاد نقشه قربانی رو بازی میکنه. معمولا کسانی که توی رابطه هایی قبلا بودن که شکست خوردن، در ابتدا وارد یه رابطه دیگه میشن که من میگم هانت یا شکار میکنن، یعنی یه قربانی یا یه ناجی رو شکار میکنن. اول میرن تو اون نقش قربانی بیچاره بدبختی که اذیت آزار رسیده بهشون، یا خیلی خیلی نگاه کنین مثلا اون قربانیه، من تو رابطه های قبلی به هم خیلی اذیت و آزار دادن، نمیدونم به درد دلم گوش نکردن، یعنی یه قربانی معصوم و مظلوم خودشو جلوه میده. یا اینکه و بعد منتظره که طرف احساس بکنه دلش بسوزه دیگه، یعنی به دنبال اون ناجیه میگرده، در صورتی که ما داریم در مورد خودشیفته صحبت میکنیم. این یکی از انواع گیم هاشه که بازی میکنه و یا تعریف و تمجید میکنه. ابتدای رابطه دیدی تو شاهی، تو ماهی، تو تاج سر ماهی، اینقدر تعریف و تمجید میکنه که طرف مقابل که هانت یا شکار شده خام میشه، احساس میکنه که واو چقدر منو دوست داره، من چقدر زیبام. بعد کم کم از خودش هم شروع میکنه تعریف کردن، چون خودشیفته خیلی از خودش تعریف میکنه، خودشو خیلی قبول داره، هیچ کس بالاتر از من نیست، همه حقیرن، همه زیر پای من هستن و یه حس کنترلگرایی شدید داره. اما در ابتدای رابطه یه ماسک خیلی زیبایی میذاره، یعنی اون میشه است، گرگه نیست. کم 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 تو رابطه شروع میکنه نقش آزاردهنده ها رو میگیره. حالا اینجا طرفی که اومده تو رابطه داره قربانی میشه و خودش متوجه نیست، در صورتی که قبلا نقش ناجی رو ازش میخواست. دقت کردین چه گیمی بازی میکنه؟ حالا ناجیه داره قربانی میشه، در صورتی که این داره آزاردهنده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد کنترلش کنه، برای اینکه احساس کرد ضعف داره نشون میده، اون نکنه یه وقت بیاد همه چی رو کنترل بکنه. پس حالا شروع میکنه به کنترل کردن، تحقیر کردن، مقایسه کردن، خودشو بالا بردن، با هیچ کس در ارتباط نباشی. بعد دائما هم از عشق صحبت میکنه، دوستت دارم دیگه، چون دوستت دارم، در صورتی که اصلا نمیفهمه معنی عشق چیه. نه همدلی میفهمه، نه همدردی میفهمه، نه عشق میشناسه، هیچ عاطفه. اصولا مخصوصا borderline personality disorder، خودشیفته یا اختلال شخصیتی خودشیفته، اصلا نمیدونه عشق چیه. یعنی اینقدر باید حواسم جمع باشه. از عشق خیلی قشنگ بلده صحبت کنه، خیلی قشنگ بلده شعر بگه، خیلی قشنگ بلده صحبتهای زیبا بکنه، اما واقعی اصلا نیست، فیک و کاذبه. و شروع که دوست داشتن و نفهمه، یعنی به هر حال آدم حس داره دیگه. نه اینا حس ندارن. ببین خیلی وقتا ما تئوری با پرکتیس فرق میکنه دیگه. تئوری خیلی چیز داره، ما حفظ میکنیم و میگیم. معمولا هم تو امتحانهای ایران هم معمولا حفظیه دیگه، بعد یادمون میره، معمولا همینطوره. ببین چون گیمه، اینا استاد گیمن،
بلدن گیم بازی کنن. یعنی وقتی متوجه میشن که تو تشنه عشقی، حالا از عشق صحبت میکنن، وقتی میبینن تو تشنه توجهی، از توجه حرف میزنن، دائما میگردن نقاط ضعف تو پیدا کنن، با این نقاط ضعف بازی کنن. پس از قربانی یه دفعه میپرن خودشیفته، میره آزاردهنده. زمانی هم که مثلا اون طرف متوجه میشه دیگه دیر شده، چون خودش گرفتار شده. حالا دقیقاً اونجاست که حالا بفهمم اول اون حالا میگم اونجاست که خیلی دردناکه، برای اینکه سر میچرخونی یه دفعه میبینی گرفتار یک گرگ وحشتناکی شدی که ای داد بیداد نمیتونی ازش بیای بیرون، برای اینکه نمیذاره بیای بیرون. ببین مثلا کیس داشتم من که خانم آقا هر دو تاشون تو رابطه میتونن خودشیفته باشن، در ابتدا نایس انقدر مهربون، یه ذره که رفتن جلوتر همه چی تموم شد. حالا سر هر چیزی گیر میده، برای چی اتکلا میزنی؟ برای چی ریشتو میزنی؟ مهمونی نمیام. تو مهمونی هم اگه میره همینطوری وای میساد، با هیچ کس حرف نمیزد، چشخوره به دوست پسرش، شر به پا میکرد، تو ماشین شر به پا میکرد. وقتی یعنی انقدر شر به پا میکنن که تو رو انقدر عصبانی کنن تو از دست در بره فوش بدی یا کتک بزنی. بعد چی میشه؟ مخصوصا این کارو میکنن. یعنی یادتون باشه این گیمه که بعد میدوه میره قربانی میشه که من که حرفی نزدم، من از بس دوستت دارم، میخوام فقط مال من باشی. و حمیدل اینجوری گفتم ببین تو چقدر بدی منو زدی، ببین چقدر تو بدی منو فوش دادی. مکانیزم دفاعی یعنی طرف دارم علکشو دقیقاً طرفو دیوونه میکنه. یعنی انقدر میره موزی بازی در میاره، آزارت میده که تو کنترل از دستت خارج بشه، یه رفتار خشونت‌آمیز از خودت به خرج بدی. برعکسش هم همینطور میکنه. بعضی وقتی ببینه که گوش نمیدی به حرفش، حتی میاد چاقو برمیداره، حتی خانوم چاقو برمیداره تهدیدت میکنه، به خودم میکشم یا تو رو میکشم. داره گیم بازی میکنه، فقط داره گیم بازی میکنه. مثلا من کیس داشتم توی برف با لباس خواب پا برهنه خودش پیاده رفته بود در فروشگاه محل کار همسرش، بویفرندش. یعنی اصلا وحشتناک بود، آقای خیلی شرمنده شده بود، خجالت کشیده بود که آخه تو پای دقیقاً. بعد یه دفعه قش میکنن، حالشون بد میشه، نمیتونن نفس بکشن، همه داره گیم بازی میکنه. یعنی اون بازی هایی که حالت های بیمارگونه به خودش میده که من بیمارم، و خودشون اصلا باور ندارن اشتباه میکنن، خودشون اصلا باور ندارن آزاردهنده هستن. دو تا باور دارن: من قربانیم و ناجیم. قربانیم ناجیم، من بدبخت بیچاره. ببین چقدر برات خوبی ها کردم، نگاه کن چه خوبی هایی کردم. ببین اون موقعی که اون روز مثلا به من گفتی بیا منو ببر، مثل بر خودم رسوندم، ناجی بودم واسه تو. یعنی این سه تا نقش رو انقدر فریبانه بازی میکنه که تو رو محصورت بکنه، و بعد یه دفعه وقتی که خیلی اوضاع خراب بشه، احساس کنه که داره کنترل از دست میده یا داره تو رو از دست میده، میاد شروع میکنه ناز و نوازش کردنت. قرب و صدقه های کاذب، دوباره ریا، دروغ، تو دوباره خام میشی. بعد بهت میگه ببین دست من نیست، تو من عصبانی میکنی دیگه. اگه به حرف من گوش کنی، من کاری بد ندارم، من چقدر دوستت دارم، تو اصلا ملکه تمام ذهن و وجود من هستی، من به هیچ کس نگاه نمی کنم غیر از تو، به هیچ کس فکر نمی کنم غیر از تو، فقط تو به حرف من گوش کن. یعنی چی؟ یعنی افسار رو بده دست من، یعنی من زنجیر میندازم گردن تو، ریموت کنترل تو دست منه، خفشو صدات در نیاد، هر چی من گفتم اونو باید گوش بکنی. و فقط و فقط همینطوریه که قبول میکنن. تازه با تمام این تواصیف اینا ذره بین دارن، یعنی تو هر چقدر سعی کنی به حرفشون گوش کنی، باز با ذره بین یه چیزی پیدا میکنه، یه گیری باید بده. عاشق گیر دادنه، عاشق آزار و اذیت کردنه، چون این قدرت بهش میده، احساس اعتماد به نفس بهش میده، احساس میکنه ببین من چقدر قویم، اگر قوی باشم میتونم نقاط ضعف رو پیدا کنم. معمولا وسواس هم خیلی زیاد دارن، همه چی باید سر جای خودش باشه. توی عروسک هم باید سر جای خودت باشی، تکون نخوری، من باید تو رو تکونت بدم. اینجاست که باید خیلی مراقبه این رابطه ها باشیم. رابطه ای که انسان خودشیفته
خودش تو اون مثلث قربانی قرار گرفته. بارها دیدیم انواع و اقسام نقشا رو میبینیم ولی متوجه نمیشیم، چون وقتی ناجی میشه خام میشیم، وقتی گریه میکنه التماس میکنه خام میشیم، باور میکنیم، در صورتی که اصلی همون آزاردهنده هست که داره نقش بازی میکنه، که فقط تو این ریلیشنشیپ تو رو محکوم و محبوس نگه داره و نذاره که از این قفس فرار کنی. تو زنجیر این رابطه هستی، از این رابطه هر چه زودتر بیا بیرون. هفته آینده در مورد چه باید کرد این مثلث صحبت میکنیم، چجوری فرار کرد، چجوری باید بیایم بیرون از این جهنم زندان. خیلی هم عالی، مرسی، ممنون.